بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی اسماعیل شهبخش یکی از سرکردگان گروهک که تروریستی جیش و ظلم توسط موران امنیتی برون مرزی انقلاب اسلامی به درک واصل میشه اونم کجا در پاکستان در خاک پاکستان به درک واصل شده موضوع از این قرار بود که در پی اقدامات خسمانه ای اینها در چند وقت اخیر خصوصا حادثه تروریستی پاسکای راسک موضوع دستگیری اینها جز اولویت های نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار میگیره اینها رو تحت تعقیب قرار میدن بعد از ورود به خاک پاکستان و همچنین مقاومت در برابر نیروهای امنیتی خب به رگبار بسته میشن و همگی به درک واصل میشن یکی از معلفه هایی که باید بهش توجه بکنیم بحث قاچاق کالا توسط این گروه های تروریستی و تکفیری هست که در ابتدا از مرزها شروع میکنن با سودهای کلانی که از این راه به دست میارن و با جذب به دول متخاصم و دشمنان ملت ایران و دریافت تجهیزات و تسلیحات هر از گاهی وارد مرز میشن و از اون طریق داخل کشور اقدامات تروریستی و خسمانه خودشون رو به مرحله اجرا در میارن یکی از کارهایی که باید بشه بحث مرزها و مرزبانی هست که حالا تو برنامه قبلی بهش اشاره کردیم اما یکی از نکات خیلی حائز اهمیت در این عملیات که همزمان با سال روز دستگیری عبدالمالک ریگی و در هفته سربازان گمنام امام زمان سلام الله علیه رخ داده ورود نیروهای ما به خاک پاکستان هست اگر خاطرتون باشه در جریان درگیری که بین ایران و پاکستان رخ داد عرض کردم اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست اینکه جمهوری اسلامی میتونه در خاک پاکستان عملیاتی رو انجام بده، معید ادعای ما در اون بره است. اما در کنار همه این اقدامات ما باید بریم به سمت هوشمندسازی حفاظت از مرزهامون. ببینید اینکه ما بیاییم به این طریق از مرزها به نوعی سیانت بکنیم و یه جورایی مرز خودمون رو امن بکنیم اینها شایسته است قابل تقدیر اما کافی نیست. ما باید بریم به سمت و سویی که هوشمند سازی کنیم از تجهیزات الکتریکی استفاده بکنیم از پهپادها استفاده بکنیم حالا یه بخشیش رو برخی کارشناسا معتقدن باید مینگذاری بشه دیوار کشی های بسیار بسیار بلند با تجهیزات جدید و بروز همه اینها میطلبه که ما از مرزهامون به صورت کارآمد و با دانش روز حفاظت و سیانت بکنیم تا این گروه های تروریستی نتونن وارد کشور بشن و اقداماتی رو از قبیل حادثه تروریستی پاسکار انجام بده که متاسفانه 11 تا 12 تن از فرزندان رشید برومند و قیور این کشور رو ما از دست دادیم خب به هر حال اینها بعد از اینکه وارد خاک پاکستان میشن اونجا آموزش های لازم رو میبینن به نوعی میتونیم بگیم که اینها با سنگر گرفتن تو خونه های امن بین برخی از مردم اون کشور تلاش میکنن که جای خودشون رو امن قرار بدن و نیروهای امنیتی و نظامی وقتی سراغشون میرن سعی میکنن از یک سپر انسانی هم استفاده بکنن اما این هوشمندی که در این عملیات وجود داشت اینها رو در مرحله به خاک و خون کشیده که نتونستن فرار بکنن و از این سپر انسانی استفاده بکنن چیزی که وجود داره در کنار این مسئله و ضربات که جمهوری اسلامی داره به استکبار جهانی میزنه ضربات سنگین حزب الله به اسقاطیل هست که دیشب شدت و هدت بیشتری پیدا کرده در بمباران جولان اشغالی خب ها برای اینکه نتونستن مقابله بکنن با این حملات سنگین و حساب شده طبق معمول رو آوردن به ضعیف کشی و با هدف قرار دادن اردوگاه جنین در کرانه باختری خشم خودشون رو نشون دادن یعنی از اون طرف حریف حزب الله و حملات گستردهش نشدن و از این طرف یک ترسی به جونشون افتاده که اگر جولان بیش از پیش بره زیر ضربه هر لحظه ممکنه که کرانه باختری هم بخواد اقداماتی رو انجام بده که تو برنامه دیشبم بهش اشاره کردم گفتم اگر جولان باز بشه جبهه شرقی باز خواهد شد و احتمالا کران باختری هم به اونها بپیونده حالا که اسقاطیل میبینه حریف حزب الله نمیشه میاد سراغ جنین اردوگاهی که به هر حال تو همین طوفان الاقصی هم شاهد بودیم که حملاتی رو متحمل شد و الان اسقاطیلیا به شدت عصبانی هستن از این اوضاع در کنار همه اینها شکست های متعدد آمریکا در منطقه هم میتونه باعث خشم مضاعف محور استکبار در مقابل محور مقاومت باشه و اگر در ساعات آینده و پیش رو شاهد عملیات سنگین چه در یمن چه در خود فلسطین اشغالی و چه علیه حزب الله بودید اصلا تعجب نکنید چون جمهوری اسلامی با یک برنامه مدون داره پیش میره از این طرف جبهه جنوب شرق خودش رو به شدت داره رسد میکنه از اون طرف تو بحث آذربایجان و ارمنستان داره روی این پروژه کار میکنه با ارمنستان وارد یک مذاکراتی ظاهرا شدیم از این طرف در اقلیم کردستان عملیاتی که انجام شد به هر حال در جریانش هستید همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی الان تمرکزش رو گذاشته روی مرزهای خودش اما از اون طرف داره محور مقاومت رو هم مدیریت میکنه برای مقابله با استکبار جهانی از جمله آمریکا اسکاتیل و انگلیس نکته دیگه ای هم که اینجا باید بهش توجه بکنیم عملیات جمهوری اسلامی در خاک پاکستان هست درست در روزی که برخی منابع ادعا کردند که پاکستان یک و شیش دهم ده میلیارد دلار جنگنده فروخته به جمهوری آذربایجان این هم در نوع خودش های اهمیت هست یک پیام به طرف پاکستانی داره که اگر بخوای اقداماتی انجام بدی به هر حال منطقه در کنترل ماست یک اهرم فشار دیگه ای هم که تو برنامه قبلی بهش اشاره کردم همون بحث خط لوله گاز هست که پاکستانی ها باید یک تاوان 18 میلیارد دلاری بدن که با وضعیت امروز پاکستان منطقی نیست که بخواد پا روی دوم جمهوری اسلامی بگذاره به این دلیل باید یه جورایی کشدار و مریض برخورد بکنه و از اون طرف حمایت خودش رو از جمهوری آذربایجان کمتر بکنه حداقل اینقدر اوریانو به صورت علنی نباشه هرچند اگر بخوان پنهانکاری هم بکنن به هر حال امروز 20 سال و 30 سال پیش نیست همون نیرویی که به جمهوری اسلامی توان داده به یمنی ها کمک بکنه در شناسایی کشتی های آمریکایی، انگلیسی و اسکاتیلی که هنوز خودشون موندن که چطور یمن داره شناسایی میکنه کشتی ها رو علا رقم تمام تمهیداتی که اندیشیده شده تا هویت اون کشتی ها و مالکینش پنهان بمونه یعنی هر کاری که تونستن کردن که این کشتی ها قابل شناسایی نباشه اما یمن بسیار عالی و بسیار بسیار دقیق داره پیشبینی میکنه و میزنه کشتی ها رو غرق میکنه ناوچه های آمریکایی رو میزنه پهپادشون رو میاره پایین خب همه اینها نشون میده که تسلط اطلاعاتی حاکم هست و این هنر جمهوری اسلامی هست که خودشون هم بهش از دارن بنابراین اگر پاکستان و جمهوری آذربایجان هم بخوان زیرابی برن جمهوری اسلامی قطعا داره رصدشون میکنه پس عقلانی و منطقی هست که از جمهوری اسلامی فاصله نگیرن و به قول معروف نخوان زیر و رو بکشن چون هر کس تو منطقه ما هست به نوعی مورد طمع دشمن هست حالا یکی با واسطه یکی بی واسطه خود پاکستانیا اشاره کردم دیگه بهانه کردن تحریم های آمریکا رو چرا باید دو کشور مسلمان و دو کشور همسایه یکیشون بره زیر بلیت آمریکایی ها آیا همون آمریکایی ها نبودن که کاپیتولاسیون رو در ایران پیاده میکردن در قبل از انقلاب چی شد ملت شجاع و قیور ایران تصمیم گرفت مقابلشون بیسته انقلاب کرد از کشورش بیرونشون کرد و هنوز که هنوز بعد از 44 سال 45 سال نتونستن یک فجب خاک ایران رو بگیرن چطور میشه که پاکستان با این جمعیت زیاد نمیتونه در مقابل آمریکا بیسته دلیلش یک چیزه و اون بی و عدم انسجام احزاب و گروه های سیاسی هست که در افغانستان به هر حال تو این چند دهه بر مسند بودن اگر پاکستان و سایر کشور اسلامی تلاش بکنن به سمت انسجام و وحدت ملی برن قطعا میتونن همسایگان خوبی برای هم باشن اگر ما با کشورهای همسایه خودمون بخوایم نیازهای خودمون رو برطرف بکنیم هیچ نیازی به استکبار جهانی نیست که مثلا پاکستان بره زیر بلیت آمریکا که اگر اجازه داد این خط لوله گاز رو ما به سرانجام میرسونیم به بهره برداری میرسونیم اما اگر اجازه نداد با جمهوری اسلامی که همسایمون هست به هر حال وارد مناقشه میشیم حالا توی این مناقشه 18 میلیارد دلار باید جریمه هم بپردازیم یا از اون طرف مثلا عراق رو ببینید شما یه چیزی رو به عراق صادر میکنی پولتو نمیتونی بگیری چرا چون پولهاش داره تو آمریکا بلوکه میشه یعنی حتی ما بخوایم به صورت دستی از طریق مرزهای مشترک خودمون این پولها رو جابجا بکنیم آمریکا چیکار میخواد بکنه ولی چون این ازم و اراده هنوز وجود نداره ظاهرا بعضی ها متوجه نشدن که سعادت اونها در حسن همجواریه حالا ما نمیگیم فقط با جمهوری اسلامی ها مثلا عراق با سوریه با کویت با اون یکی با این یکی همه اینها باید با هم خوب باشن تا این منطقه علاوه بر اون امنیت پایداری که داره اقتصادش رشد بکنه مردمان این کشورها بهرمند بشن از مواهب الهی که تو این منطقه براشون به هر حال وجود داره منابع و معادلی که در غرب و خصوصا جنوب غرب آسیا وجود داره در هیچ کجای دنیا وجود نداره اینکه که شما میید گروه های تروریستی به وجود میاد یه بخش اینها زیاد خواهی است یه بخش اینها توطعه دشمن هست برای تزیه کشورها اما یه بخشیش هم همین فقر و فلاکتی هست که شما مثلا تو شهرهای مرزی هم میبینید خب خیلی از اینهایی که میبینید بحث قاچاق و اینها پیش میاد به خاطر مسائل مالی هست اما بعد از اینکه وارد میشن چون پول زیاد زیر زبونشون مزه میکنه دیگه نمیتونن خارج بشن یعنی دیگه اون زیاد خواهی هرس و ولع میاد سراغشون این اقدامات رو انجام میدن بنابراین اگر بخوایم در یک نگاه کلی منطقه رو زیر نظر داشته باشیم احتمال اینکه هر لحظه آتیش خشم آمریکا و اسقاطیل قاتیل بشه و دست به اقدامات جنایتکارانه بزنن دور از ذهن نیست با توجه به این اتفاقات که تو منطقه داره میفته از این طرف موفقیت های جمهوری اسلامی از اون طرف حزب الله و انصار الله که به شدت آمریکا و رو زیر ضربه بردن و اینها نمیتونن در مقابلشون کاری انجام بدن امیدوارم هرچی هست به نفع محور مقاومت باشه و خبرهای خوب رو زودتر از همه به گوش شما برسونیم یا علی التماس خدا نگهدارتون